درود بر شما. 11 اسفند ماه 1402 خورشیدی و 1 مارس 2024 میلادی. امشب در صفحه آخر می‌پردازیم به معنای حکومت منجی عالم بشریت به دخل و خرج دین در جمهوری اسلامی ایران. پرده آخرم به روال معمول آخر برنامه. حجت الاسلام حریزاوی قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به در پیش بودن برنامه‌های ماه رمضان گفت موضوع حفظ قرآن موضوعی است که همیشه مورد برنامه‌ریزی و اهتمام است. مستحضرید که رهبر فرزانه انقلاب در سالهای گذشته توصیه و مطالبه تربیت 10 میلیون حافظ قرآن را داشتند. گرچه برای این امر برنامه‌ریزی‌های انجام گرفت، منتها هنوز به این عدد نرسیده‌ایم. ما باید کاری کنیم که عموم مردم تعداد آیاتی را که در ذهن دارند افزایش دهند. تعدادی از سوره های کوچک را مردم از کودکی حفظ می کنند و همین امر موجب انس با قرآن می شود. چجوری ما باید کاری کنیم؟ مژده‌شو در همین جشن نیمه شعبان چند روز پیش، تولد امام زمان، داد آقای حریزاوی. گفت بسته های 20 تایی و 50 تایی آیه ها رو متخصصان و کارشناسان تهیه کردن که هدیه میدیم و پخش میکنیم. اینو میگن مغزشویی به زبان ساده. یه بسته هدیه 20 تا 50 تا آیه و چیزای دیگه توش، حالا با صوت خوش میدن دست بچه نوجوان. اگه حفظ کنی جایزه داری. هدایت مسیر فکر نوجوان یعنی کنترل کردن افکار از کودکی. و همین دلیلی که میبینی نسل‌های بعد از انقلاب 57، یعنی در فرهنگ تحمیلی عامرانه جمهوری اسلامی، کمتر دنبال مسائل جدی‌اند. هیچ کدوم کتاب خون نیستن، با پدر و مادرشون هم البته کتاب خون نیستن. فکر و فرهنگ هیچ وقت برای این نسل‌های جدید جدی نیست. من دارم از اکثریت میگم، در واقع نمیدونم حالا حتی میشه اکثریت گفتنه، ولی آنچه که داریم میبینیم دیگه خودتونم میدونیم بهتر از من. همین که زندگی بگذره حله. این تابلویی است که نهاد دین در حکومت ترسیم کرده. مردم وظیفه‌شون اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت از پیامبر و جانشینانش. اولی الامرشه، ولی یه فقیهشه. این مال دنیاشونه. وظیفه آخرتیشون هم اینه که کاری کنن که برن بهشت. وقتشونو با مسجد و روزه و دعا و شبهای احیا و قدر و زیارت اهل قبور و حفظ کردن همین هدیه هایی که عرض کردم و با اینا بگذرونن. یه نکته رو بگم اینجا، شاید کمتر بهش توجه شده. یه جمله معروفی است از عیسی مسیح تو انجیل متا فکر میکنم هست. میگه مردگان را بگذاری تا مردگان برگیرند. یعنی با مرده ها نمیر، نایست، خودتو با عزاداری مشغول نکن. برو دنبال وظیفت، دنبال زندگی، دنبال تعهدت که زمان مثل تو متوقف نمیشه. زمان عزاداری نمیکنه، پیش میره. در اسلام شیعه که هرچه دربارش میدونیم از آخونده خوندیم و شنیدیم، میگه گریه اسلامو زنده نگه داشته. برای تولد و مرگ مقدسان دعاهای ویژه، مراسم ویژه، خرج و هزینه های ویژه، روزها و شبهای ویژه دارن. جامعه اینجوری مشغول مقدسات و مقدسان میشه، مشغول گذشتش میشه. حالا یا به حال گذشتش گریه میکنه یا به گذشتش میباله. اینجوری از دنیای علم و تعقل و آینده سازی عقب میفته. فقط توی یه زمینه پیشرفت میکنه، نظامیگری، ساخت سلاح برای جنگ، تا از این سیستمی که برپا کرده حفاظت کنه. عرض کردم چند روز پیش نیمه شعبان بود. مهمترین جشن شیعیان نیمه شعبانه. چرا؟ البته عید مبعث هست، عید قدیر هست، عید فطر هست، همه اینا هست، ولی برای شیعه 12 امامی نیمه شعبان، جشن تولد امام زمان، از همه مهمتره.
قبل از انقلاب هم همینطور بوده. چراغونی های بازار و کسبه و خیابون از شمال تا جنوب کشور، شهر و کشور، برنامه های ویژه مساجد و مهدیه تهران، به ویژه که شیخ احمد کافی سوگلیش بود رو منبر تلفن میزد به امام زمان، جشن بود منتها های های گریه میکرد در تلفناش به امام زمان، کاستاش دست به دست میشد. شاید هنوزم این منبر ویژه‌ای که دارم میگم حتما هست. چرا اینقدر نیمه شعبان مهم بود و مهمه در ایران؟ دلیلش قبل از انقلاب 57 چیزی بود و بعد از انقلاب البته چیز دیگری. قبل از انقلاب جامعه مذهبی و خرافی دنبال منجی عالم بشریت بود، دنبال منجی میگشت. ببینین مذهب وقتی که به جای عمل واقعی زندگی واقعی قرار بگیره، این چیزی که معروفه که افیون مردمه، نمیذاره که خودت به خودت برسی. هر بلایی سرت میاد میگه خدا کرده و همیشه منتظری که منجی بیاد نجاتت بده. انتظار منجی و دخیل و خرافه و امامزاده قبل از انقلاب هم خیلی رایج بود، البته مطلقا نه به اندازه بعد از انقلاب. منجی نیامد، نایب منجی عالم بشریت در انقلاب 57 آمد، حکومتش رو بر دوش همین مردم برپا کرد و احکام فقه شیعه رو حاکم کرد. بعد از انقلاب با وجود این حکومت باز به نیمه شعبان بیش از بقیه روزهای تقویم شیعه اهمیت میدن، چون به واسطه امام زمان و با توسل به اونه که نایب امام زمان درست میشه. ولی فقیه و حکومتی که ولی فقیه رهبر سیاسی و مذهبیشه، به همین دلیله که حتی اگر هیچ تشکیلاتی نداشته باشی، مخالف باشی با این بازی، هیچ تشکیلاتی نداشته باشی، در این مخالفتت هیچ فعالیت سیاسی حتی نداشته باشی، فقط کافیست که حرفت بین لایه‌هایی از مردم مذهبی برو داشته باشه و بگی که امام زمان تخیلیست، میکشنت. نه به این دلیل که لزوماً منکر وجود امام زمانی، خیلی از مردم قبول ندارن، نه به این دلیل، به این دلیل که با انکار وجود امام زمان بلا فاصله مخالف حکومت نایبش میشی. چرا علامه، یعنی قضیه سیاسی میشه دیگه، مذهبی نیست فقط، دینی نیست فقط. چرا علامه برقعی رو شبانه رفتن خونش سر نماز ترورش کردن؟ گوش کنید. این هایی که مردم میخوان سوارشن، سعی خودشون به اینه که چشم و گوش اون علاقه که سواری میده چشم و گوش وا نشه، حرف دیگر را نشنوه. اگر حرف دیگر میگه پالونش کجه، دیگه نمیشه سوار شد. پالون کج شد دیگه نمیشه سوار شد. ما بچه بودیم آخونده میگوزه فلان کس پالونش کجه، ما نمیدم دیگه یعنی چه، یعنی دیگه نمیشه سوار شد. پالونش کج شد بزن قرآن توضیح میده، میگه اگر از این بت پرستا بپرسی خالق آسمان کیه، خدا روزی که میده، خدا باران که میده، خدا همه خیرات از خدا میدونسته. ولی ایرانی ها که قرآن دارن شر رو از خدا میدونن، خیر رو از امام. اینه بدترن که برو به مشهد تورای مشهد بشکنه پاک، میگه خدا هست. مالشو ببرن میگه خدا هست. زیر ماشین بده میگه خدا هست. اما توی هزار نفر زوار یکی تب کرده خوب شده، یه امامزا شفا شد. دیروز توی ماشین داشتم میرفتم بهش گفتم آقا جان، آقا تو نمشتی رو ماشین یا مهدی ادرک نی، اون مهدی مگه بشر نی؟ اولا راست مهدی امام حسن هست که تو اولاد نداشت، کی به تو گفته اولاد داشت؟ حالا داشت، میخوام ببینم ما شما عقل ندارید. گفت آیت الله میلانی همچی گفته، من چه کار کنم؟ حالا این دنبال آیت الله افتاده، عقلش حاضر نیست که بره دنبال عقلش.
تا می حرف بزنیم که آیت الله هم کی همجی بود باز نمیشته که نباب امام زمان حواوج مردم رو همه رو روا می کردن اما جان خود پیغمبر حاجت کسی روا نکرد نباب امام زمان همه رو حاجت مردم رو روا کردن که این آیت الله های که نایب امام زمان میگن هستیم که اینا چطور مریض میشن میرن اروپا چرا یه خودشون شفا نمیدن دیگه راست میگن همش دروغ همش حقه بازی آقایی نشد که بله من بذارین اول مقدمه بخش نخست مطلبی رو که وبسایت فرهنگ و خرافه منتشر کرده بخونم دکتر عبدالحسین زرینکوب در دو قرن سکوت نوشتند از همان بامداد اسلام هر فتنه و آشوبی که در عالم اسلام رخ داد ایرانی ها در آن عامل عمده بودند بیرون از حرف و حدیث شیعی دو تن از معتبرترین صحاح سنی صحیح مسلم و صحیح بخاری در کتاب‌های خود کمترین اشاره به وجود امام زمان نکردند. دو مورخ بزرگ و صاحب نام عالم اسلام ابن خلدون و طبری که معاصر امام حسن عسکری بود و گاه جزئی ترین اتفاقات زمانه را ثبت کرده وجود یک چنین امامی را تایید نکردند. پس چگونه پروژه غیبت امام زمان شکل گرفت و به برج و باروی بلند و پر عظمت تبدیل شد؟ آیا چنان که مورخ نامدار دکتر عبدالحسین زرینکوب میگوید باید ایرانیان را در این فتنه نیز دخیل دید؟ مهمترین دلیل اختفای امام دوازدهم را بیم جانی و ترس از سوء قصد دشمن عوامل خلیفه و غیره عنوان کردند. اگر علت غیبت امام زمان فقدان تأمین جانی است پس با چه منطقی امام زمان در عصری ظهور خواهد کرد که دنیا را ظلم و فساد جباران خونریز پر کرده که در آن صورت یک هزارم زمان خلفا نیز تأمین جانی نخواهد داشت اگر روزخانهای عوام فریب کنونی این تناقض را اینطور رفع و رجوع می کنند که موقع ظهور امام و به منظور حفظ امنیت او کلیه سلاح‌ها و ابزارهای مدرن و پیشرفته کنونی و ماهواره‌های جاسوسی و دوربین‌ها و وسایل مدرن کنترل خیابانی از کار خواهد افتاد چرا و با چه منطقی این معجزه همان موقع و در قبال چند تا شمشیر و سپر قراضه خلفا به وقوع نپیوست عرض کردم در دنیای امروز با وجود جمهوری اسلامی با وجود حکومت نایب امام زمان به قول خودشون قضیه سیاسی میشه قضیه مذهبی نمیشه و به همین دلیله که ما بهش میپردازیم اینا مذهب هر کسی به خودش مربوط یا لا مذهبیش به خودش مربوط باری ادامه مطلب به تحقیق باید افزود کل معجزاتی که متولیان تشیع به امامان دوازدهگانه قدسی خود نسبت دادند از تمامی معجزاتی که ادیان ابراهیمی به 124,000 پیغمبر نسبت دادند بسا بیشتر است طرفه این که این گونه جعلیات و شعبده بازی ها در دینی صورت می گیرد که پیامبر گرامیش صادقانه اعتراف می کند که معجزه‌اش همین قرآن است و از او انتظار کار خارق العاده نداشته باشند از آنجا که برکنار نگه داشتن دین و نهادهای دینی از حکومت از ارکان اصلی یک جامعه عرفی، مدنی و دموکراتیک است باید شهامت این اعتراف را داشت که با وجود ایده مهدویت و همزاد آن روحانیت برپایی هر گونه جامعه مدنی و عرفی بی‌معنا و محال و به قول قدما مصداق عینی اجتماع ضدین است این 45 سال گذشته همیشه دعوای همین اجتماع ضدین بوده اعتراض به این تضاد آشتی ناپذیر و این وضعیت اصلاح نشدنی روبرو شدن با چماق و گلوله حکومت نایب امام زمان بی دلیل نیست که جنبش انقلابی زن زندگی آزادی که بیش و پیش از هر چیز هدفش حکومت غیر دینی بوده بیشترین کشته اعتراضات مدنی رو در سراسر جهان میده در اون سال بیش از 2/3 معترضان جانباخته جهان در یک سال گذشته در ایران کشته شدند تحقیقات پایگاه داده های باز ایران نشان می دهد که در یک سال گذشته دست کم 179 تظاهرات در 84 کشور رخ داده که به کشته شدن حداقل 817 نفر منجر شده از این میان سهم ایران 537 نفر است این
خواست آزادی و زندگی و حکومت مستقل از یوغ مذهب و روحانیت که مردم براش جان میدن در مشروطه به صورت عمیق‌تر و علنی‌تر مطرح میشه در تاریخ قبل از سال 1401 عرض میکنم و سمت قدرت سیاسی میگیره در تاریخ 150 سال اخیر رو در نظر بگیریم. مشروطه و مشروعه در مقابل هم قرار میگیرن. قدرت سیاسی، پول و امکانات خب به دنبال داره. تا قبل از مشروطه آخونده چیکار میکردن که بعد تو مشروطه در انقلاب مشروطه در مقابل انقلاب مشروطه مشروع خواهند چیکار میکردن؟ آخونده یا وابسته به دربار بودن یا نونشون رو از وجوهات شرعیه در میآوردن، از همون هم خرج شاگرده و دوروریا و طلبه هاشون رو میدادن. قبل از تشکیل حوزه های علمیه زندگی روحانیون از سه روش میگذشت. یکی کسب و کار به این معنی که روحانیان مانند بقیه افراد هر کدام کسب و کار خودشان را داشتن و تحصیل و تبلیغ را در ساعات فراغت از شغل پیگیری میکردن. در تاریخ نام بسیاری از فقیهان و محدثان را به عنوان خرمافروش، عطار، بزاز، کفاش و حتی بازرگان دیده ایم. دوم، کمک‌های مردمی به قاریان، واعظان و کاتبان قرآن که بعد از گذر زمان صورت سازمان یافته پیدا کرد و زمین ساز شکل‌گیری یک نظام اقتصادی برای جمع‌آوری وجوه شرعی شد. و سوم، کمک‌هایی که حاکمان وقت به طور پراکنده از بیت المال با عالمان دینی پرداخت می‌کردند. بعد از تشکیل حوزه‌های علمیه، عالم دینی، روحانی، واعظ، قاری، قرآن اینا شد شغل برای گروهی از افراد که منبع درآمد دیگری جز تحصیل و تبلیغ دین نداشتند و آخوند تبدیل شد به شغل دائم. بعد دوره صفویان که نهاد دین به صورت حوزه‌های علمیه شیعه موقعیت خودش در ساختار اجتماعی اقتصادی ایران تثبیت کرد و هر مرجعی نماینده‌هاش رو می‌فرستاد به مناطق مختلف و به عنوان امام و مبلغ. یکی از وظایف این مبلغان جمع‌آوری وجوهات به اصطلاح از مردم و ارسال آن به دفتر مرکزی بود. هرچه یک مرجع حالا عالم دینی، مرجع تقلید، هرچی شاگردان و مبلغان بیشتری داشت حوزه نفوذ او گسترده تر بود و منابع مالی بیشتری در اختیار داشت. و چقدر بوده در تاریخ کمبریج برآورد کردن که در سال 1340 خورشیدی، یعنی 17 سال قبل از انقلاب 57، ماهانه مبلغ 500 هزار تومان وجوهات شهری میرسید قم. این مبلغ در آن زمان اگه بخوایم تبدیلش کنیم مبلغ چشمگیری بود، چون ارزش 500 هزار تومان در سال 1340 معادل 62500 دلار بود که امروز ارزش حدود 617 هزار دلار داره، بیش از نیم میلیون دلار. یعنی وجوهات شرعی به طور مشخص به پول الان حدود 8 میلیون دلار در سال ارزش داشت. این پولیه که مردم میدن به آخوندا و تقویتشون میکنن. بعد از انقلاب 57 آخوندا حاکم بر قدرت سیاسی میشن، یعنی دین به عنوان یک نهاد حکومتی خودشو نشون میده. دین و حکومت در سیاست و اقتصاد و فرهنگ و سیاست‌گذاری های اجتماعی یکی میشن و فرهنگی. دیگه حکومت نیست که هوای دین و آخوند رو داره. دین و حکومت بعد از انقلاب یکی میشن و به همین دلیل است که هم خمینی میگفت و هم خامنه ای میگه که اگر این حکومت از بین بره، دین و آخوند هم با هم از بین میرن. این همه بدانند امروز سرنوشت روحانیت و سرنوشت اسلام در این سرزمین وابسته و گره خورده به سرنوشت نظام اسلامی است. نظام اسلامی اندک لطمه‌ای ببینه یقینا خسارت اون برای روحانیت و اهل دین و علمای دین از همه آحاد مردم بیشتر خواهد بود. البته نظام حالا برای اینکه این اتفاق نیفته لااقل در بین آخوندا، حوزه های علمیه یک سره حکومتی میشن. جامعه رو به زور باید اداره کرد،
با شمشیر اینا رو از زمان حمله اعراب به ایران 1400 سال پیش اینا رو باید مسلمون کرد، به زور بردشون بهشت و در جمهوری اسلامی هم جامعه و مردم رو به این صورت، اما عالمان دین رو به اصطلاح نه، یه سیستم دیگه ای باید داشت. اینا نه فقط باید همشون دست نشانده حکومت بشن، بلکه باید با حکومت یکی بشن اصلا. در اساسنامه شورای عالی حوزه‌های علمیه، شورای عالی مهمترین رکن جامعه مدرسین است که اعضای آن باید 4 ویژگی داشته باشند. یکی از آنها التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه است و این شورای عالی حوزه‌های علمیه باید بودجه کافی داشته باشند که بتونن به وظایفی که در قبال حکومت فقها دارن برسن دیگه. بودجه شورای عالی حوزه‌های علمیه 5 برابر یارانه دارو و شیر خشک نوزادان، در شرایطی که حکومت به هر ضرب و زوری میگه بچه دار بشه دیگه. این آینه همه وضعیت حکومت دینی و جامعه ایران و نیازهای جامعه ایران. باری در جامعه عرفی چی؟ حالا این حوزه های علمی عرض کردم. در جامعه عرفی خمینی از اول نه فقط با دانشگاه و دانش و خردورزی مشکل داشت، چون عقل در برابر ایمان کوره که میگه فکر نکن، به امر ولی خودت، امام خودت، خدای خودت عمل کن، چون و چرا نکن، نپرس چرا. این چون و چرا یعنی تأمل، پرسش، کنجکاوی، اینا در ایمان جایی نداره، کفره. خمینی نه تنها با دانشگاه مشکل داشت، با حوزه علمیه هم مشکل داشت. دانشگاه و حوزه علمیه میخواست که به قول خودش دانشگاهی که دانشگاه نباشد دانشگاه نیست و این حرف رو بلاحت نمیزد، حالا مسخرش میکنن همه. دانشگاه و حوزه علمیه میخواست که تابع ولی فقیه و حکومت مذهبی حاکم باشه. انقلاب فرهنگی میکنه که چگونگی و نتایجش رو میدونید، کلی مرجع تقلید و آخوند از حوزه علمیه حذف میکنه، از آیت الله خویی و آیت الله شریعت بنداری گرفته تا انبوه آخوندهایی که با سیستم امنیتی اطلاعاتی خاص حوزه که برادران طائب در دوره خامنه‌ای ادارش میکردن در دادگاه ویژه روحانیتشون محاکمه شدن و میشن و حذف شدن و میشن. سخنرانی خمینی رو بشنویم در 17 آذر 1359. خطر دانشگاه از خطر بام خوشه‌ای بالاتر است. چنانچه خطر حوزه‌های علمیه هم از خطر دانشگاه بالاتر است. باید تهذیب بشن اینها. باید اشخاص متعهد چه در حوزه‌های علمیه و چه در دانشگاه کمر خودشون را محکم ببندند برای اصلاح. حکومت از نظر خمینی مقدس، حتی مقدس‌تر از امام زمانشون. به همین دلیله که خامنه‌ای فتوا میده که وظیفه شرعی است شرکت در انتخابات، بیان حکومت دینی و واسطه‌های خدا با عوام کل انعام. خیلی وقتا میبینیم که تو همین فتواها فتوا میده برید، یعنی یک این که میگم دین و سیاست، دین و حکومت، دین و سیاست یکی میشن، دین و حکومت یکی میشن. تو همین فتواها داریم به سادگی میبینیم دیگه، فتوا میده که یک عمل سیاسی انجام بگیره، باید برید رأی بدید، وگرنه معصیت کردید، چه میدونم هر چی، مجازات الهی دارین از این داستانا. ولی این رابطه حکومت عرض کردم با عوام کل انعام، خیلی وقت تو صحبت های علم الخدا، خدا احمد علم الخدا خیلی صراحت داره، گوش کنین. میگه از آنجایی که مقام معظم رهبری امام است، ائمه جمعه هر شهر در نقش امامزاده زنده آن شهر هستند و بوقع و بارگاه هم همون دستگاه نماز جمعه است. بنابراین
شما باید از امام جمعه شهرتان محافظت کنید ای مردم. آخوندای حاکم وقتی هم که بمیرن میشن امامزاده، قبر خمینی بزرگترین امامزاده جهان شده دیگه. همه آخوندای حکومتی که به ویژه سیدن چون بقیهشون نمیتونن خودشون واسه امامزاده بگن، یه زندگی نامه واسه به اصطلاح نسبت دادن نسبشون به یکی از 12 امام درست کردن و همین نماینده رهبر در خراسان برای نمونه سید احمد علم الهدا نماینده مجلس خبرگان رهبری امام جمعه مشهد، نماینده ولی فقیه در ارسان خراسان رضوی، فرزند مرحوم آیت الله حاج سید علی احمد علم الهدا، از سادات آل شهید، از نسل مرحوم سید مهدی فلان که در حرم حضرت رضا علیه السلام با ضربت تبرزین نواده نادر به شهادت رسید است. او از سادات جعفری یعنی 33 نسل امام صادق علیه السلام و 38 نسل از رسول الله صلی الله فلان و همچنین 86 نسل از آدم ابوالبشر علیه السلام است. حالا به آدم ابوالبشرش کاری نداریم. این امامزاده های زنده وقتی بمیرن خب قبر و ذریعه که براشون میسازن میشه امامزاده دخیل و پول جمع کن از مردم خرافه پرست. حتی جای نشیمنگاه رهبر با همین تبلیغات مذهبی و خرافی برای مردم ساده لوحه که میشه مقدس، شهرداری و فرمانداری و بخشداری و غیره و غیره هر کدوم یه دومی تکون میدن برای چاپلوسی پیشوا. دیدین تابلو مابلو میذارن و فلان میکنن. این دو دلیل داره اینجور چاپلوسی ها: یک، منافع مالی و نزدیکتر شدن به رهبر پیشوا رأس هرم قدرت و بنابراین افزایش قدرت سیاسی، امتیاز سیاسی اجتماعی که بنابر همه گزارش های میدانی و ارزیابی های واقعی شمار کارگزاران حکومتی که به هیچ دین و آیینی اعتقاد ندارن و فقط برای حفظ منافعشون اونجا می جنگن، حدود دو نمیم چقدر به جنگن، البته حدود 2/3 کل کارگزاران حکومتی همین حکومت جمهوری اسلامی است، هیچ اعتقادی به هیچی ندارن. این ارزیابی در گفتگوی ضبط شده است که بنده با یکی از فرماندهان سپاه در زمان جنگ داشتم. حالا این گفتگو رو ایشون در ایران هم، منم خب اجازه اصلا به هیچ وجه ندارم که بخوام منتشرش کنم، تیکه تیکه صحبتی که هست بعضی وقتا تو برنامه ها میگم از جمله این نکته که عرض کردم. باری دومین دلیل این چاپلوسی ها که عرض کردم، یکی منافع مالی، اعتقاد به مقدس بودن رهبره که اولا سید آل پیغمبره، هرچند خودش به بقیه سیدای آل پیغمبر احترام نمیذاره، عرض کردم آیت الله رو که حذف میکنه، ولی مردم از قدیم از قبل از انقلاب سید آل پیغمبر احترام میذاشتن. پس احترامش در هر شرایطی واجب آقا سانیان ولی فقیه و نماینده امام زمان. یه نکته رو یادمون باشه که مخالفت با جمهوری اسلامی لزوماً مساوی مخالفت با خرافه و حتی با آخوند نیست. مخالفت با جمهوری اسلامی به دلیل تبعات مادی است که این حکومت در زندگی مردم به وجود آورده و مردم میان بیرون شعار میدن، علیهش فریاد میزنن. دین و مذهب و حتی آخوند و خرافه جاش جداست. یعنی ببینید در بالا اینا یکی میشن، در پایین لزوماً اینجوری نیست، لزوماً اینجوری نیست. البته میدونیم که میزان فاصله گیری از دین و مذهب در جامعه به ویژه جوان ایران بی سابقه است در همین حکومت، در زیر حکومت دینی در جمهوری اسلامی، ولی در پایین خیلی ها که این اعتقادات رو دارن، نه فقط مذهبی دینی، خرافی، میان تو خیامون شعار میدن علیه جمهوری اسلامی، چون حکومت حتی یاران خودش رو از دست میده به دلیل اینکه نان حرف اولو میزنه. آزادی که قربونش برم، ولی اینو باید با صراحت گفت که ما با جامعه ای سر و کار داریم که بیش از 25% ببخشید به جن و پری اعتقاد داره، به اجنه اعتقاد داره، به منجی عالم بشریت معتقده. این که دیدین نظرسنجی مؤسسه گمان مال سال همین 99، 3 سال پیش،
به همین دلیل هم هست که میبینیم نزدیک به 70% جامعه معتقدند که دین نباید در قوانین کشور دخالت داشته باشه. نزدیک به 70% جامعه با وجود این که دیدند حکومت دینی رو، فقط 70% جامعه میگن دین نباید در اداره جامعه و قوانین جامعه دخالت داشته باشه. یعنی همچنان بیش از 30% جمعیت میگن قانون باید شریعت مدار باشد. اینا رو باید بدونیم. چرا؟ اینجاست که باید دلیلش رو در اهمیت قدرت سیاسی دید. قدرت سیاسی دست شریعت مدارانه، هم برای حکومتش، حفظ حکومتش خرج میکنه، هم فرهنگ سازی میکنه. چرا خامنه ای خلف خمینی میاد دشمنی خودش رو با خردورزی در دشمنی با علوم انسانی نشون میده؟ علوم انسانی رشته های جامعه شناسی، روانشناسی، اجتماعی، انسان شناسی، دین و دولت، علوم سیاسی و اداری، اینا همه دشمن اسلام و حکومت اسلامی هم. چون راه به عقل و به پژوهش و به خواندن درست تاریخ و به تأمل و پرسش درباره رویدادهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی میبرن. طبق اسناد حک شده‌ای که منتشر شده است، 99500 طلبه در حوزه‌های مختلف کشور ساکنن و حقوق می‌گیرن. حکومت اینا رو بعد از آموزش در حوزه‌های علمیه می‌فرسته به مدارس و محله‌ها در سراسر کشور. اینا صدا و سیمای متحرک حکومتن که بی تردید درصدی حتی کم در دمیدن روح فاشیستی نظام حاکم به جامعه نقش دارن. چقدر حقوق می‌گیرن؟ چقدر از امتیاز اجتماعی و مذهبی استفاده می‌کنن؟ جیباشون رو پر می‌کنن، حق خودشون هم می‌دونن چون مبلغان نظام حاکمن. هیچ کس غیر از خودشون نمیدونه. ولی میشود یک مقایسه ای کرد. فکت نامه نوشته است که جمعیت دانش آموزان بیش از 16 میلیون و جمعیت طلاب بر اساس گفته ها بین 80 تا 130 هزار نفر است. به عبارتی جمعیت دانش آموزان بین 125 تا 200 برابر جمعیت طلاب است. اگر ارزش ردیف های حوزه های علمیه را، ردیف های تو ردیف بودجه، به جمعیت طلاب و دانش آموزان تقسیم کنیم، به این نتیجه میرسیم که سهم هر طلبه از بودجه نهادهای مذهبی بین 7 تا 12 برابر سهم هر دانش آموز از ردیف‌های بودجه مرتبط با آموزش و پرورش است. این همون سیاست بر مبنای دانشگاه فاسده که خمینی میگفت و دروس غربی مضر که خامنه‌ای میگه و اهمیتی که نظام حکومتی برای فقه و اصول حوزه و آخوندهای مبلغ حکومت قائله و سازماندهی بلده، از قبل از انقلاب نشون داده که میدونه باید رو مخ مردم تو محله ها کار کنه. تحقیقات پایگاه داده های باز ایران نشان میده تعداد مساجد در ایران دست کم 55 برابر تعداد بیمارستان های دولتی، نیمه دولتی و خصوصی است. چرا؟ چون با وجود خالی بودن بیش از نیمی از مساجد موجود، آمارای خودشونه که برنامه داشتیم مشخص بنده مستند کردم اینو، باز بودجه ها صرف ساختن مساجد میشه. تا سایه اسلامی که حالا دیگه نمیخواد قدرت سیاسیشو از دست بده از محله و شهر کم نشه. همزمان رشد 18 برابری مؤسسات قرآنی فقط ظرف یک دهه. دیگه چه چیزایی افزایش پیدا کرده در برابر کاهش بی توقف ارزش پول و قدرت خرید مردم؟ محمدی گلپایگانی رئیس دفتر پیشوا نامه میزنه به قالیباف رئیس مجلس پیشوا، میگه بودجه نهادهای مذهبی زیر نظر رهبر رو زیاد کن در قانون بودجه. ببینین این جمله، این عبارت که من گفتم جز جزش هیچ ربطی به دموکراسی و آزادی و پارلمانتاریسم و این چیزا اصلا نداره. حقوق مجلس، تفکیک قوا. رئیس دفتر پیشوا نامه میزنه به قالیباف رئیس مجلس، میگه بودجه نهادهای مذهبی زیر نظر رهبر رو زیاد کن تو قانون بودجه. دستور کلی هم نمیده،
جزئیات رو مشخص میکنه. اسم جاهایی که باید بودجهشون زیاد بشه اینا رو با مقدار پولی که باید به بودجه این نهادهای معین اضافه بشه دارین میبینین، اینا رو میفرسته مجلس. اونایی هم که رفتن رأی دادن مثلا نمایندشون رو فرستادن مجلس، خیال میکنن نمایندشون غیر از اینکه نوکر بیچون و چرای ارباب باشه چیز دیگه ای اصلا میتونه باشه. ببینین اسنادی از مجلس رو ببینین که کانال تلگرامی قیام تا سرنگونی منتشر کرده، مجلسی که اربابش رهبره و اگر حتی چیزی رو بخواد توش نظر بده یا دست ببره از دفتر پیشوا دستور میاد که حق اظهار نظر دارین یا ندارین، که دیگه اینا حرفای بی سند نیست، همتون میدونین بارها در همین برنامه، اگه بیننده این برنامه باشید بوده باشید میدانید 286 تا نماینده داره مجلس. اسناد رو ببینین، متوسط ماهیانه درآمدشون فقط از مجلس 220 میلیون تومنه در ماه. خب ارباب اینو میده تا اینا گوش به فرمانش باشن. مجلسش هم بعدن این که منتشر شد اومد اطلاعیه داد تکذیب کرد، گفت این ارقام دستکاری شده، خب بعد هم تکذیب کنن مثلا میشه. مردم هیچ وقت نباید بدونن حکومت برای حفظ خودش چقدر هزینه میکنه. ببینید توی چند تا رقم میخوام بگم خدمتتون که ما ملاک و بودجه 1402 میگیریم، چون از جزئیات بودجه 1403 هنوز که هنوز خبری نیست، داره سال عوض میشه، بودجهش همچنان سلباتیه. اعضای کارگری شورای عالی کار یعنی کارگرای شورای اسلامی حکومت ساخته میگویند که سبد حداقل معیشت ماهانه 25 میلیون تومانه، خب الان که شده 30 میلیون تومان. اینو کارگرای هفت‌تپه و فولاد راهن و نفت و غیره نمیگن، اینو مسئولان شوراهای حکومت ساخته کارگری شورای اسلامی کار میکنن. ماهانه 25 تا 30 میلیون تومان اگه حقوق بگیری میتونی با حداقل ها اداره کنی و مغروز نشی. حالا ما 10 میلیون میگیری با منت صداتم در نمیاد، خوشحالم هستی که بیکار نیستی، درسته؟ اون تا از همین 10 میلیون چقدرش باز به حکومت داده میشه؟ 11 میلیون مثلا میگیری، 12 میلیون چقدرش باز به حکومت داده میشه به اسم مالیات؟ یعنی ببینین همین یه قلمو اگه روش یکم مکس کنین، تعارض حکومت دینی با زندگی واقعی مردم و نیازها و حقوق واقعی مردم در همین وضعیت مالی و معیشتی و رفاهی روشن میشه. سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه در سال 97 که همچنان بر دوام است، اسامی بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی را که بر اساس نظر رهبری نظام مشمول مالیات نیستند اعلام کرد. بنیاد شهید، کمیته امداد امام، سازمان تبلیغات، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، مرکز خدمات حوزه علمی، مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی، جامعة المصطفی العالمیه. بیشتر این نهادها از دولت هم بودجه دریافت میکنند. ستاد اجرایی فرمان امام که در سال 1368 و برای مدیریت اموال در اختیار خمینی تأسیس شد، در حال حاضر مالک بیش از 50 شرکت در حوزه‌های مختلف همچون نفت، گاز، پتروشیمی، کشاورزی، صنعت، معدن، دارو و ساختمان است و بنیاد برکت هم زیر مجموعه این ستاد است. بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی که با هدف تجمیع اموال و دارایی‌های مصادره شده فعالیت خود را در سال 57 به عنوان جایگزین بنیاد پهلوی آغاز کرد، همکنون بزرگترین نهاد اقتصادی به اصطلاح غیر دولتی ایران است که مالکیت و مدیریت بیش از 185 شرکت را در قالب 10 هلدینگ بر عهده دارد و مدیریت بنیاد علوی را هم داراست و ملک تلق رهبر نظام به شمار می رود. خب بعد آمدن همین اواخر گفتن که این چند سال پیش نزدیک خیلی بحث شد، سر و صدا شد که با این وضعیت خراب اقتصادی ها این بنیاد ها چرا مالیات نمیدن. گفتن خب این نهادها
البته معاف از مالیاتن، اما اگر فعالیت اقتصادی جانبی داشته باشن مالیات میدن. حالا گوش کنید. بر طبق خبر خبرگزاری مهر در 12 دی ماه 1401 معاون برنامه ریزی و امور مجامع بنیاد مستضعفان اعلام کرد که این بنیاد مالیات فعالیت‌های اقتصادی خود را در بین سال‌های 97 تا 1400 به ترتیب در حدود 700 میلیارد، 1000 میلیارد، 1800 میلیارد و 1300 میلیارد تومان پرداخت کرده است. چقدر درآمد داشته که مالیاتش شده اینقدر؟ حسابرسی از بنیادها و اصولاً کلیه نهادهای زیر نظر رهبر که رسماً ممنوعه. وقتی ندونیم چقدر درآمد داره چجوری معلوم میشه که مالیاتش درست یا نه؟ بعد با اون درآمدها 700 میلیارد تومان یا ریال، واقعا ننوشته ریال یا تومان، مالیات یعنی چی؟ کیو مسخره میکنی؟ ثانیاً این مالیات 2% کلش رو جمع زدن، 2% از کل درآمد مالیاتی دولت از شرکت ها رو هم جواب نمیده. 2%ش حتی. ببینین دیگه، این مطلبی که درباره مالیات خوندم از خانم جالب وفا اقتصاددان بود و این اگه میتونیم این نمودار رو مجددا نشون بدیم که از سال 96 تا 1401 از نزدیک 0.5% کل درآمدهای مالیاتی دولت از شرکت ها و کسبه و کارخونه ها، بله داریم میبینیم دیگه، هر کسی به هر حال غیر از کارکنان دولت، 99% رو دیدین مردم عادی میدن مالیات، زیر 2% رو شرکت ها و کسبه و کارخونه ها اینا که غیر از بنیاد ها هستن 99% و زیر 2% رو همون بنیاد ها فعالیت های اقتصادی و فلان اینا. بر اساس لایحه بودجه 1403 چقدر مالیات در نظر گرفتن و همینجوری مردم باید بدن دیگه، سقف درآمدهای مالیاتی از 748 هزار میلیارد تومان سال 1402 با افزایش 50% به 1122 هزار میلیارد تومان میرسد و این درآمد مالیاتی 1122 هزار میلیارد تومانی برای پرداخت حقوق همون مردمی است که این پول ازشون به اسم مالیات میگیرن و برای تأمین هزینه همون سازمان‌های مذهبی حکومت دینی است. فقط خدمات حوزه‌های علمی و جامعه المصطفی از اینکه 10 هزار میلیارد تومان از این پول برمی‌دارن به اسم ردیف بودجه. عرض کردم جمهوری اسلامی از اول سعی کرد از طریق تشکیلات سازی قدرت رو به دست بگیره و بلد بود، در جنگ قدرت هم برنده شد و کمک های خارجی همه اینا سر جاش، بحث مفصل، ولی در جامعه ایران داریم صحبت میکنیم دیگه. آقا این نایب منجی عالم بشریت تونست رهبری بلا منازع خودش رو بر ذهن مردم مسلط کنه، خب آدماش دنبالش و همه معتمد او و بنابراین معتمد مردم، منتها میاد از اول حوزه نفوذ خودش رو با همین تشکیلات سازی گسترش میده در خارج از ایران، همون داستان جنگ تا رفع فتنه در عالم رو سعی میکنه عملی کنه که نمیشه، خب حالا سعی میکنه با همین تشکیلات ها بقای خودش رو حفظ کنه. ببینید در اون دوره اول خمینی سعی میکرد گسترش بده، با عجله سعی میکرد گسترش بده در لبنان، در عراق، الان دیگه این تشکیلات هایی که جمهوری اسلامی ساخته است در خارج از ایران در واقع برای اینه که جمهوری اسلامی خودشو در واقع کمک کنه به بقای حکومت، تضمین کنه ادامه حکومت رو. نهادهای رهبری کننده این تشکیلات هم
نیروی قدس سپاه جامعه المصطفی تقریب مذاهب فرهنگ و ارتباطات اسلامی و به نوعی سازمان تبلیغات اسلامی هن که همه زیر نظر مستقیم ولی فقیه نایب امام زمان. مدیران این نهادها گرچه هیچ ربطی به دستگاه رسمی دیپلماسی کشور ندارن، ببینید که چجوری باید با دنیا مجبور تعامل بکنه، به چه شکل این آخونده با گذرنامه دیپلماتیک سفر میکنن. یعنی چی؟ امتیاز رو ببینین. اولا هرچی میخوان با خودشون میبرن و میارن بدون چک امنیت کشور مقصد و بدون گمرک. ثانیاً هر جا برن هر کاری بکنن مسئولیت دیپلماتیک دارن. نمونه ها رو ببینین دیگه. علیرضا اعرافی مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور، عضو شورای نگهبان، نماینده مجلس خبرگان رهبری، محسن قرائتی مدیر ستاد اقامه نماز، محمود محمدی عراقی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری، محمد جواد زارعان عضو مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، مرشدش مصباح یزدی که حالا مرده دیگه، معروف بود به تئوریسین خشونت، محمد حسن مهدوی مهر، این آخریش بود که دبیر شورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی است. اینا با پاسپورت دیپلماتیک میرن سفر. ببینید نمیدونیم شمار کسایی که به اسم طلاب خارجی زیر نظر و تحت حمایت جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف اصلا چقدره. فهرست بیش از 151 هزار نفرشون رو قیام تا سرنگونی منتشر کرده. جالب این است که در این فهرست آدمایی هستن که از کشورهای اروپایی تو اونجا زندگی میکنن، مثل بلژیک، هلند، ایتالیا، آلمان، انگلیس. غیر از یکی دو تا از این آدما، این فهرست اگر چک بکنین، اینجوری نمیتونین چک کنین، باید خودتون برین چک کنین، کانال تلگرامی قیام تا سر نبونی چک بکنین، یکی دو تاشون که اسامی لاتین دارن احتمالا معلومه که حالا چه میدونم از خانواده اسپانیول زبانن یا چه میدونم مال کجا، نمیدونم، برزیلیان شاید مثلا، ولی همشون اسمای عربی دارن، از بلژیک، آلمان، انگلیس، فلان 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 فلان. خب اینا رو جمهوری اسلامی تو اون کشور شناسایی میکنه، میفرستشون قم برای تربیت، بعدم برشون میگردونه به همون کشورهایی که زندگی میکردن یا چه میدونم جاهای دیگه. اینا میشن همون سلولهای خفیه تروریسم بین الملل جمهوری اسلامی که حکومت نایب امام زمان روش حساب میکنه که وقت اگر اوضاع خیلی چاشبی شد اینا بتونن کمکش بکنن. به قول اسفونیا، همیشه باید دینم رو به اسفونیا یا جوری ادا بکنم. شناساییشون، شناسایی این سلول های خفیه به اصطلاح برای دستگاه امنیتی کشورهای غربی مشکل قطعا نه، و حتما خیلی هاشون شناسایی شدن، ولی مسئله این است که به تجربه دیدیم که هیچ کدوم از این کشورها هنوز نمیدانن با یک پدیده متفاوت از جهان قانونمند روبروان. جمهوری اسلامی غیر از حقوق و جایزه مزایایی هم میده به این جامعه المصطفی. 151 هزار نفر رو داره پوشش میده، از جمله کمک هزینه سفر و به مناسبت های مختلف هدیه هم میده بهشون. اینا اسامی 736 طلبه خارجی جامعه المصطفی فی العالمیه است که در ایران ساکنن و به مناسبت ماه رمضان هدیه گرفتن که نمیدونم چقدر، ننوشته چقدر. یا مثلا این یکی ببینید، 100 هزار دلار میفرستن برای نماینده المصطفی جامعه المصطفی در اوگاندا به عنوان تنخواه گردان. حالا اینو بگیر خرج کن تا بعد که بازم خواستی برات برفسیم. تنخواه گردان خورده دیگه، 100 هزار دلار سالی 500 هزار دلار انصافا، سالی نیم میلیون دلار میدن به دانشمند جایزه بگیر جامعه المصطفی. آخرین خبرها از جایزه 500 هزار دلاری المصطفی، هر دو سال یک بار، ببخشید دو سال یک بار، هر دو سال یک بار
به دانشمندان و پژوهشگران برتر جهان اسلام اعطا می شود. این جایزه به احترام نام پیامبر اعظم اسلام صاد و به دلیل تأکید بسیار آن حضرت به علم آموزی به نام یکی از القاب ایشان مصطفی به معنای برگزیده نامگذاری شده است. به کی دادن مثال؟ به شیخ عیسی بحرین. در همایش بین المللی تجلیل از آیت الله شیخ عیسی قاسم از علمای برجسته بحرین به پاس خدمات ایشان جایزه جامعة المصطفی العالمیه به ایشان تعلق گرفت. این جایزه را به نیابت از فلانی فلانی دریافت کرد. حالا ببینید یک فهرستی هست درباره پولی که وابستگان به جامعة المصطفی در کشورهای مختلف میگیرن. همین فهرست رو نگاه کنید، نکته خیلی مهمی رو نشون میده. به اصطلاح دانشجوهای جامعة المصطفی در فلان شعبه، در فلان شهر، فلان کشور، اینا حقوق ماهانه به پول رایج خودشون میگیرن. یعنی مثلا در پاکستان روپیه میگیرن. یعنی مثل طلبه‌ای که در ایران حقوق ماهانه میگیره، سربازی نمیره، هیچ کار خاصی جز حرف زدن و تایید و تبلیغ پیشوا نمیکنه، اونا میرن تو مدارس مثلا جامعة المصطفی یا به عنوان مبلغ اومدن قوم و بعد فرستادنشون دوباره اونجا، چگونگی صدور انقلاب اسلامی به جهان رو یاد میگیرن و پولم برای این کار میگیرن. یعنی میخوام بگم ببینین اینا به اسم حکومت نایب امام زمان، حکومت امام زمان، مملکت امام زمان، هر حرف چی که میگن، دارن ریسمان از گردی جهان له شده میگیرن، میکشن. کسی که برشون کار میکنن لااقل 70% اینا، مگر وصل باشن به چه میدونم 75%، 25%. یعنی کسی قربتن الالله برای نزدیکی به خدا نمیره درس دینه بخونه، میره پولشو بگیره، خونه بخره، زندگی جور کنه و اینا. برای همین هم میبینیم که بیشتر فعالیت های تروریستی جمهوری اسلامی با بکارگیری همین غیر ایرانی ها انجام میشه، که مثلا گیر بیفتن یقه حکومت ایران گیر نباشه، که البته مثلا در آلمان گیر افتاد، در فرانسه گیر افتاد، از ترور شاپور بختیار گرفته تا انفجار مرکز کلیمیان آرژانتین، تا کشتار میکونوس و ترور دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران، تا همین اواخر طرح ربایش مسیح علی نژاد از آمریکا. اینا تربیت شده های همین مراکز جمهوری اسلامی هستند. گروه های ایرانی، عرب، مالزیایی، چه میدونم فلان جایی اینا درست میکنن. پول و برنامه ریزی و سیاست گذاری که باید برای زندگی و رفاه مردم صرف بشه، صرف تیز کردن شمشیر اسلام و حفظ حکومت مذهبی میشه. و این وسط چقدر جنایت با پول مردم ایران میکنه این حکومت امام زمانی به قول خودشون. درباره پولایی که برای گسترش نفوذ تروریستی خودش در منطقه خرج کرده و همچنان ادامه داره خیلی گفته شده، اسنادش و اندازه لازم تو همین برنامه هم مطرح شده. پولایی که به گروه های فلسطینی و عراقی و سوری و آفریقایی و افغان و پاکستانی و غیره و غیره داده میشه، اونان نیابتی ها یا مزدوران نیروی قدس سپاه و اینا. به ابعاد جنایت در سوریه واقعا کمتر اشاره شده، شده واقعا کمتر، که چقدر سرمایه های مردم ایران در اون کشور سوخت و چقدر با پول مردم ایران مردم بدبخت سوریه و زن و بچه های کاملا بیگناه به اسم قبر زینب و به اسم نمیم دفاع از حرمین و به اسم اینا کشته شدند. چقدر مردم سوریه کشته شدن. ببینید سندی از جلسه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی درباره طلب ایران از سوریه رو داریم میبینید. در واقع پولی که جمهوری اسلامی رسما به حکومت سوریه داده، جدا از خرج گروه‌های نیابتی و حزب الله و غیره، برای چه اینقدر خرج کرده؟ برای حفظ حکومت خونریز اسد. به دروغ هم به مردم ایران میگفت جنگ با داعش داریم، داعش اگه بیاد سرتون رو میبره. یه عده سادلو هم که همیشه هستن باور میکردن دیگه. به دستور کی؟ مقام معظم رهبری به سردار سلیمانی فرمود که برو بشار اسد رو حفظ. مأموریت سردار سلیمانی این بود که توی سوریه نگذاره دولت بشار اسد ساقط بشه. اون موقع هنوز داعش نبود.
اعتراضات مردمی بود علیه حکومت اسد در ادامه بهار عربی در منطقه و شکل گرفتن ارتش آزاد سوریه که در واقع نیروی نظامی حرکت اعتراض سراسری مردم علیه حکومت بشار اسد بود. این گسترش پیدا کرده بود، حکومت اسد در آستانه ساقط شدن بود. جایی بود به اسم العیس، سمت چپ خانمان، یه بلندی هایی بود، یه شهری هم در دامنه اون. برای گرفتن اینا به مشکل خورده بودیم. حاج قاسم گفت که حاج محمود چیکار کنیم به نظر تو؟ گفتم حاجی اجازه بده ما با آتش توپخانه اینجا رو بگیریم. گفت چجوری؟ گفتم من اینقدر آتش میریزم تا اینایی که اصلا فرار کنن. گفت طراحی کن. گفتم یه تعدادی گلوله باید به من بدن. داد، دستور داد، تعدادی گلوله آوردن. یه آتش تهیه خوب طراحی کردیم. من یادم رفتم پشت بیسیم، گفتم از محمود به کلیه واحدها آتش تهیه رو شروع کنید، تا نگفتم خاتمه ندید. الله اکبر. آتش تهیه شروع شد، چنان آتشی روی این ارتفاعات العیس و این شهر العیس ریخته شد که چندین روستا و شهر اطراف هم خالی کردن. یکی یا دو تا شهید دادیم و این شهر و این روستا و این بلندی های العیس به تصرف در اومد. حاج قاسم خیلی خوشحال شد، انقدر خوشحال شد که یه جا وایساده بود. من اومدم رد بشم، گفت حاج محمود بیا پایین. اومدم گفت بیا وایسه چند تا عکس بگیریم. وایسادیم اونجا، دست گردنم کردیم، یه چند تا عکس گرفتیم و لبخند رضایت رو روی چهره حاج قاسم من اونجا دیدم. سبب الضرب روسيا وإيران وبشار وحزب الكلب وحزب الشيطان هجنا من بيوتنا. من تو یادم نرفته بگم که اسنادی که در این برنامه استفاده کردیم از کانال تلگرامی قیام تا سرنگونی، بیشترش از کانال تلگرامی قیام تا سرنگونی و کانال تلگرامی عدالت علی بوده است که دمشون گرم. بریم پرده آخر. چند نفر از اصحاب در باب رفتن تون امام صادق نشسته های های گریه میکنه. سیدی غیبت و نفرت رو قاضی، سیدی آقای من مولای من، سیدی غیبت تو خواب چشم من رو بوده است. گفتن آقا چیا میگریه میکنی؟ فهمو داشتم نگاه میکردم در کتابی که جفری که از مادرم زهرا ما رسیده است، نگاه کردم قبل از ظهور پسرم مهدی شیعیانم خیلی گرفتار میشن، بیماری میاد، فقر میاد، گرونی میاد. اربعین دلش اونجاست، خودش اینجا، اربعین دلش اونجا. شب و روزگار خوش.